آیا آلمان ها ترک نژاد بودند؟ تاریخ و نژاد ژرمن ها یا آلمان ها پیوند خیلی زیادی با گوت ها داره. پس پیدا کردن ریشه های اقوام گوتی میتونه کمک زیادی به ما در پیدا کردن خاستگاه اصلی مردمان ژرمنی کنه. ما تو منابع تاریخی یه قوم داریم که گوت نامیده میشه و یکی دیگه هم هست که بهش میگن گوت. تعداد زیادی از محققین و مفسرین گوت ها و گوت ها رو از یک ریشه میدونن، ولی هستن محققینی که با دلایل نچندان معتبر که بر پایه پیش‌فرض‌های غلط غیر علمی بنا شده این نظریه رو رد میکنن. در قسمت قبلی در گزارش که مربوط به حدود 1000 سال پیش از جوردانوس مورخ رومی بود دیدیم جرمن ها در همسایگی گوت ها زندگی میکردن و همونطور که میدونیم امروزه هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که بتونه ادعا کنه از یک نژاد و تیره منحصر به فرد تشکیل شده و در نتیجه گوت ها هم یکی از تیره های اصلی تشکیل دهنده سرزمین های مرکزی اروپا مخصوصا آلمان هن. به همین دلیل برای پیدا کردن بخشی از هویت مردم سرزمین جرمن در لابلای متون تاریخی به دنبال اسنادی مربوط به گوتا گشتیم و دیدیم که چطور اونها به ایران مرتبط شدن. تو این برنامه هم بحث قبلی رو با نشون دادن سندهای بیشتری در این رابطه ادامه میدیم. سلام، من نویدم و شما خدای نمک رو مشاهده میکنید. در این برنامه همونطور که گفتم ادامه بحث گوت ها و تاریخ سرزمین جرمن ها رو دنبال میکنیم. اما قبل از هر چیز از شما میخوام که برای حمایت از ما و کانالمون کلید سابسکرایب رو فشار بدید و بعدش هم اگه دستتون خسته نمیشه اون زنگوله خوشگله رو تکون بدید. تو قسمت قبل از زبون جوردانوس مورخ رومی که خودش هم اصالتاً گوتی بود گفتیم اون باور داره که گوت ها از جایی که امروزه ما به اون اسکاندیناوی میگیم به سمت نواحی جنوبی حرکت کردن و وارد سرزمین سکاها شدن. جوردانوس تو ادامه بحث اصلی خودش در رابطه با گوت ها صحبت از شاه‌های افسانه‌ای میکنه و میگه اسم اولین شاه که گوت ها رو با خودش از زندگی در سرزمین های یخزده قطبی نجات میده بریک افسانه‌ایه. این آقای بری گوت‌ها رو با یک کشتی به نواحی شمالی لهستان امروزی میبره و اونها چندین نسل اونجا زندگی میکنن تا اینکه زمان جناب آقای فریمر که ایشون پنجمین رئیس قبیله بعد از بریک هستش به خاطر میزان زیاد زاد و ولدشون جمعیت گوت‌ها خیلی میشه و مجبور میشن برای پیدا کردن سرزمین‌های بهتر به سمت نواحی جنوبی‌تر حرکت کنن. حالا چرا گفتم قبیله؟ خدا وکیلی اگه بخوایم ملاک جمعیت رو اون دوران بگیریم پر شاه بریک و شاه فلیمر با قبیله شون رو هم دیگه حدوداً بین 100 تا 200 نفر بیشتر گوتی نبودن و تو دنیای امروز این تعداد نفر رو چیزی بیشتر از یه روستا یا قبیله کوچیک حساب نمی‌کنن. سرزمینی که فلیمر و گوتی ها به اون پا می‌ذارن سرزمین سکاها در بالای دریاچه ماوتیسه که تو زبان بومیان اون منطقه بهش میگن ایوم. گوت ها در ادامه و در دوران یک شخص دیگه به اسم زالموکس به سمت سرزمین های تراکی و داچی میرن. با این زالموکس خان جلوتر خیلی کار داریم. در نهایت و سومین مهاجرت مسیر دوباره به سرزمین سکا و نواحی شمالی دریای پونتوس ختم میشه. سرزمین داچی یا داهی رو که یادتونه قسمت قبل قشنگ واکاوی کردیم. حالا سرزمین ترکیه رو کجای دلمون بذاریم؟ نکنه آلمان ها ترک بودن، شاید هم ترک ها آلمانی بودن. همینطوری علکی و مثلا بی ربط و بی جهت خدمتتون عرض کنم که سه مرحله مهاجرت اونم از سرزمین های شمالی به دلیل افزایش جمعیت خیلی خیلی اتفاقی منو یاد داستان سه مرحله مهاجرت قوم جمشید یا یم در اساطیر ایرانی به سمت شمال اونم به خاطر افزایش جمعیت میندازه. بی خیال اینا که نشد دلیل و منطق، برگردیم به زالموکس. هرودوت مورخ یونانی معروف به پدر جد تاریخ البته از نظر اروپایی‌ها در گزارش خودش تو بخش لشکرکشی هخامنشی‌ها تحت رهبری داریوش خان به اروپا اینطوری نوشته. داریوش قبل از رسیدن به رود ایستر اول گوت‌ها رو که تو خیال خودشون تصور می‌کردن انسان‌های جاودانه هستن تسلیم خودش می‌کنه.
البته هرودوت ادامه میده که گوت‌ها در بین تراکیه‌ای‌ها شجاع‌ترین و برترین اقوام بودند و میگه دلیل اینکه گوت‌ها تصور می‌کردن دارای جاودانگی هستن مربوط میشه به شاه خدای اسطوره‌ای اونها جناب آقای زالموکس. یا اونطور که جوردانوس رومی میفرمان پیردانای سامیان زالموکس. ببخشید پیردانای گوتیان زالموکس. اما نه، مگه جناب جوردانوس نفرمودن گوت‌ها مردمی از اسکاندیناوی بودن؟ خب امروزه تنها مردم بومی اسکاندیناوی در اصل اسمشون سامیان هست که به رسمیت هم شناخته شدن و شمالی ترین مردم بومی اروپا هم به شمار میرن. خب دوباره همه چی قاطی پاتی شد. بیایید یکمی به عقب برگردیم، یه ذره عقبتر. یه اشاره کوچولو داشتیم به شباهت سه مرحله مهاجرت اسطوره‌ای گوت‌ها به سرزمین یم، یا اونطوری که جوردانوس میگه ایوم، با سه مرحله مهاجرت اسطوره‌ای قوم یم یا جم در اساطیر ایرانی. و اما حالا چی داریم؟ زالموکس جاودان، پیر دانای گوتی‌ها یا سامیان اسکاندیناوی. زال پدر رستم و از خاندان سام و ساکن سکستان و صد البته همون ایزدی به نام زروان که در متون پهلوی و اوستا ازش یاد شده و از صفاتش هم جاودانگی و بیکران بودنه. برای اون دست از عزیزانی که نمیدونن ربط زروان با زال و زالموکس چیه، باید خدمتشون عرض کنم که جدا از شباهت وجودیشون، حرف ل توی واژه زال تو زبونهای مختلف به راحتی به حرف ر تبدیل میشه و در مورد زال اسطوره‌ای هم گهگاهی واژه زر به معنی طلایی و سرخ براش استفاده شده و گاهی هم لقبش شده زال زر، که خود این رنگ ها هم به دلیل ظاهر این شخصیت اسطوره‌ای هستش که به صورت زال یا بور بوده. خب گفتم که تو اساطیر ایرانی سام پدر زال هستش و معمولا قبایل مختلف به اسم بزرگاشون شناخته میشن. مثلا اقوام کاریان اسمشون رو از شخصی به نام کار، رومی ها از رومولوس و هخامنشیان از هخامنش و طبق همین اسناد هم سامی های اسکاندیناوی هم اسمشون رو از سام گرفتن. خب فعلا به اینجا رسیدیم که زالموکس از قبیله سامی های اسکاندیناوی چقدر شبیه زال از قبیله سام و حاکم سکاهاست. اما برگردیم به گزارش پدر جان تاریخ از زالموکس. هرودوت میگه که زالموکس یک فرد عادی و در اصل برده فیثاغورس بوده در جزیره ساموس که علم و فلسفه رو از اون یاد میگیره و بعد از آزادی و کسب ثروت به سرزمین خودش برمیگرده و آیین جدیدی رو با خودش برای گوت‌ها به تراکیه میبره. البته هرودوت میگه که خودش باور نداره که زالموکس زمان فیثاغورس زندگی میکرده و حدس میزنه که باید قدیمی تر از فیثاغورس بوده باشه، که البته منم فعلا نظر هرودوت رو تایید میکنم، چرا که زمان زال در اسطوره‌های ایرانی هم خیلی قدیمی تر از فیثاغورسه. با محاسبات من زال یه چیزی حدود 1000 تا 1200 قبل میلاد بوده که مسلما از فیثاغورس که حدود 570 قبل میلاد هستش قدیمی تره دیگه. و بدین ترتیب تحلیل ما تا اینجا با حدس هرودوت و صد البته با گزارش جوردانوس منطبقه. اما حالا چرا اصرار داریم که زال همون زالموکسه؟ جوابو باید تو متون یونانی و ایرانی جستجو کرد. همونطور که گفتم هرودوت از فردی که در میان گوت‌های تراکی مقامی خداگونه پیدا میکنه سخن میگه، که همون فردیه که جوردانوس از اون به عنوان اولین شاه فیلسوف و دانشمند در قوم گوت یاد میکنه. هرودوت در مورد این آقای زالموکس میگه که اون تالاری برپا میکنه و بزرگان و رهبرانی رو توی اون پرورش میده و به اونها آموزش میده. یعنی زالموکس خان یه جورای خیر مدرسه ساز برای مناطق محروم گوتی نشین بوده. توی این آموزشگاهش به اونا میگه که جاودان خواهند بود و بعد از مرگ به مکانی خواهند رفت که تا ابد در فراوانی نعمت زندگی خواهند کرد. هرودوت اضافه میکنه که بر اساس شنیده هاش زالموکس تو همین زمان یه دخمه ای رو پنهانی میسازه که بعدش خودش رو در اون از دید تراکی ها و دیگران مخفی میکنه و 3 سال آزگار مردم تراکی رو سر کار میذاره و اونا هم به خیال اینکه زالموکس مرده
براش گریه و زاری میکنن. تو سال چهارم زالموس از دخمه یا مخفیگاهش بیرون میاد و میگه درین درین. بعد از گفتن این لغات که به زبان گوتی سخت هستش، تراکی ها باور میکنن که هرچی زالموکس بهشون در مورد زندگی جاودانه یاد داده حقیقت داره. اینا خصوصیات جناب زالموکس بودن: دانش بالا، آموزش علم بیکران به دیگران، تربیت رهبران و بزرگان، پادشاه بودن و در انتها حضور در دخمه و بیرون اومدن از اون. ظاهراً حاج ابوالقاسم فردوسی درست همین مطالب رو تو شاهنامه یا همون خدای نامک در مورد زال فرمودن. بیامد پرندیشه دستان سام، که تا چون زید تا بود نیک نام. نشست از بر نام ور تخت آج، به سر برنهادان فروزنده تاج. ابا یاره و گرزه گاف سر، ابا توق زرین و زرین کمر. زهر کشوری موبدان را بخاند، پژوهید هر کار و هر چیز راند. ستاره شناسان و دین آوران، سواران جنگی و کین آوران. شب و روز بودند با او به هم، زدندی همی رای بر بیش و کم. چنان گشت زال از بس آموختن، تو گفتی ستاره است از افروختن. به رای و به دانش به جای رسید، که چون خیشتن در جهان کس ندید. بدین سان همی گشت گردان سپر، ابر سام و بر زال گسترده مهر. زال شاهنامه بعد از به تخت نشستن، به سفارش پدرش سام بزرگان و دانشمندان رو دعوت میکنه و تو علم و دانش برترین فرد زمان خودش میشه. و اما داستان زال در پایان تو شاهنامه اینطوریه که پیش تو دستان سام سوار، بیامد چنین خار و با دستوار. برآشفت بهمن ز گفتار او، چنان سوس شد تیز بازار او. همان در زمان پای کردش به بند، ز دستور و گنجور نشنید پند. در زمان شاه بهمن، زال یا همون دستان توسط بهمن به بند کشیده شده و به زندان یا همان دخمه انداخته میشه. اما پس از گریه و زاری و التماس بزرگان، بعد از مدتی بهمن چنین دستور میده: بفرمود تا پای دستان زبند، گشادند و دادند بسیار پند. و هیچ گزارشی مبنی بر مرگ و یا پایان سرنوشت زال در ادامه داستان شاهنامه نمیبینیم، که یعنی جاودانگی یا نامیرایی. پس زال هم همون سیر داستانی زالموکس رو با تفاوت‌هایی در مدل داستانش داره. شاید تا اینجا هم دلایل من برای یکی دونستن زالموکس سکایی و زال سکستانی شما رو قانع نکرده باشه. ولی ارتباط این اسطوره‌ها نیاز به صبر و بررسی دقیق همه جوانبش داره. ما فعلا داریم تکه‌های کوچیک این پازل رو کنار هم می‌شینیم که اینقدر جالب هم به نظر میاد. حالا ببینید وقتی که تمام اونها کنار هم گذاشته بشن چه شود. با دیدن برنامه بعدی شو که بزرگی به شما وارد میشه، چون قراره در مورد اجازه بدید نگم تا سورپرایزی باشه برای برنامه بعدی. با درودی بسیار بدرود.